به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان، به ویژه شما که در ایران هستین. خب منم در ایران هستم، دارین میبینین. در این برنامه میخوام بپردازم به این جریان آقای ظریف که میخوان به هر کلکی که شده اینو نگهش دارن، از در نشد، از پشتیبون، از روی دیوار، از پنجره، از نمیدونم سوراخ موش، از هر چی که هست میخوان این رو چپوندنش توی این دولت، این دولت سوم روحانی، و میخوان نگهش دارن. میخوام برم یه کلیپی رو از مجلس براتون پخش کنم، از آقای قالیباف، سخنانی رو اونجا آقای قالیباف میگه، و بعدشم سخنانی رو از آقای حمید رسایی که نماینده مجلس هستن، و ببینیم چطوری اینا قانون رو دارن دور میزنن برای اینکه یه نفر رو نگهش دارن و چپوندنش اون تو خلاف قانون. برای اینکه نگهش دارن رفتن دنبال اینکه قانون رو تغییر بدن. ببینین که این جریان فراماسونر چقدر قویه، این جریان فراماسونری که پشت این آقای ظریف هستش، ببینین که چقدر قویه که اینها دارن میخوان دست بزنن به تغییر قانون. بریم گوش کنیم ببینیم که آقای قالیباف چی میگه. شاید اینا رو قبلا دیده باشیم، ولی در هر صورت یه موضوعی که هستش اینه که آیا مجلس ما در واقع لایحه های مهمتری که با معیشت مردم، با زندگی روزمره مردم، و یه لایحه های خیلی 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 مهمتر از این ندارن که واقعا میخوان وقت مجلس و ملت رو تلف کردن با یه چنین خلاف قانون و لایحه هایی که ضد قانون، ضد منافع ملی هست؟ خب این پرسشه، این مجلس واقعا داره چیکار میکنه؟ بریم اول ببینیم این رو. این موضوع الان فوریتش مطرح بود، خب فوریتش فوریت رای نیاورد، الان دیگه به صورت عادی لایحه رو ارجاع میدیم به کمیسیون اجتماعی. خب اصلا شما میفهمین که اینا میگن که الان دیگه فوریت نداره، اینو میفرستیم به کمیسیون اجتماعی. اصلا چنین لایحه‌ای قراره که وارد مجلس بشه، یا اینکه باید برن اون قانونی رو که ساختن که کسانی که پست‌های در واقع دولتی دارن، پست‌های مهم دارن، پست‌های شاخص دارن، اینها اصلا و ابدا نباید خودشون، فامیلشون، نزدیکانشون تبعیت کشور دیگه ای رو داشته باشن؟ اونو باید برن محکم کنن، سفت و محکمش کنن که هیچ درزی توش نباشه، هیچ نقطه سیاهی نباشه که ازش سوء استفاده بشه. بعد میخوام بیان برن قانون رو تغییر بدن به نفع آقای ظریف. ببینین که چقدر اوضاع خرابه. کنم در شورای انقلاب فرهنگی هم این بحث مطرح شد، الان به نوعی آقای، چون دیگر رای گیری شد، من صریح میگم آقای کوچکزاده هم صحبت کردن، چون حالا یه بحث اقدام قانونی و غیرقانونی بود. خب طبیعتا این مجلس با رفتارهای غیرقانونی طبیعتا این گونه میشه، ولی اصل موضوع کسانی که سفیر ماین، وابستگان ما هستند، مأموریت خارج از کشور انجام میدن، اگر در اونجا این الان یه مشکل هست بله این یه مشکل هست، چون پسر خودش میخواد بره تابعیت کانادا رو بگیره. آره میخوام بگم یه مشکله. بله آقای قالیباف قبول داریم، چون بررسی میکنیم خیلی از اساتید دانشگاه هستن، اون یه بحث دیگه است. پس به فوریتش رای داده نشد و به کمیسیون به صورت، خب اصلا این رئیس مجلس، اگر که رئیس مجلس میخوام بگم مسئولیت پذیری بود، اصلا نباید اجازه میداد که چنین لایحه‌ای ورود بکنه به مجلس، حالا با فوریت اصلا ورود بکنه به مجلس، اصلا بهش بپردازن. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم از آقای حمید رسایی که اینجا پاسخ میده، ببینیم چی گفته میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بعد از اینکه 207 نماینده محترم مجلس با فوریت لایحه دولت مخالفت کردن، لایحه‌ای که برای حل مشکل یک نفر، جناب آقای ظریف، به مجلس ارائه شده بود، آقای قالیباف توضیحاتی رو ارائه کردن. ایشون تو صحبتاشون که فیلمش رو من میذارم همینجا ببینید، ایشون گفتن که بله این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داره دربارش بحث میشه. من خب از قبل این موضوع رو شنیده بودم و پیگیری کرده بودم، تقریبا از 7-10 ماه قبل موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی محل بحث بود. در خب اصلا من نمیفهمم این شورای عالی انقلاب فرهنگی اینا چی کارن؟
مگه اینا قانون گذارن؟ اینجاست که من میگم از در نشد، از پنجره، از پشت بون، از روی دیوار. میخوان آقای ظریف رو به هر کلکی که شده نگهش دارن. مرحوم شهید رئیسی، و بحث این بود که آیا اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه ها میتونن تابعیت داشته باشن یا نمیتونن؟ این بحث بود که خیلی مخالفین جدی هم داشت همون موقع، منتها به نتیجه نرسیده بود. در این چند ماهی که دولت تغییر کرد و مسئله آقای ظریف مطرح شد، کسانی برنامه‌ریزی کردن که ابتدا از طریق مجلس این موضوع رو رد و فتح بکنن، که دیروز با یک کوچه بن‌بست مواجه شدن. طرح دومشون این بود که این موضوع رو از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی حل بکنن. دو هفته قبل جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حالی که این موضوع در دستور نبود، اینو لابلای دستور گنجونده بودن، چپونده بودن، قرار داده بودن، منتها با یه تغییر. تغییرش هم این بود که در کنار عنوان اعضای هیئت علمی و مقامات دولتی اضافه شده بود. یعنی در حقیقت میخواستن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این جمع‌بندی برسونن که اعضای هیئت علمی اگر تابعیت داشته باشن اشکالی نداره، یک کلمه دو کلمه و مقامات دولتی هم اضافه کرده بودن، برده بودن در جلسه. یعنی چی؟ یعنی یک کلک زدن، درست؟ یه ترفند، یه حق بازی. هفته قبل بعضی از اعضای شورا با این کار مخالفت کردن، به سرانجامی نرسید، اما ظاهرن مجددن برای فردا این موضوع در دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیر. من همون دیروز خدمت آقای قالیباف بعد از اینکه ایشون پایین اومدن عرض کردم، گفتم آقای قالیباف شما باید از حقوق مجلس در شورای عالی انقلاب فرهنگی دفاع بکنید، و اینطور نباشه که آقایون وقتی یه چیزی در مجلس نمیتونن به نتیجه برسونن، برن از طریق پنجره شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد بشن و از اون طریق بخوان مسئله رو حل بکنن. من اینو تاکید کردم که بالاخره نباید مجلس دور بخوره. خدمت اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم میگم که با توجه به شرع وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره که حوزه فرهنگه، اساساً این که برای مقامات دولتی بیاد قانون یا مصوبه‌ای داشته باشه اینا، این خلاف بیانه و این فرصت و اجازه رو نده. من خواهش میکنم که حتما دقت بکنن و چند تا نکته رو عرض میکنم. من دیروز میخواستم این موضوع رو تذکر بدم در مجلس، فرصت نشد. میخواستم فردا در جلسه علنی فرصت تذکر داشته باشم بگم که جلسه فردا هم به دلیل اینکه جلسه تلفیق بر صحنه علنی برگزار میشه تعطیل شده، ولی از این طریق پیامم رو منتقل میکنم. نکته اول اینکه اساتید دانشگاه هم اگر شما بخواید اونها رو عضو هیئت علمی بکنید، در حالی که تابعیت کشور دیگر دارن، واقعا محل تأمله، خصوصا اگر اون کشور مثل آمریکا باشه. خب کسی که تابعیت آمریکا رو میگیره قسم میخوره که از حقوق و پرچم و منافع آمریکا دفاع بکنه، حمایت بکنه، حتی اگه لازم میشه اصلا هم دستش بگیره بر اون. طبیعیه که ما دانشگاهمون رو نباید در اختیار همچین آدمی بذاریم که عضو هیئت علمی بشه و حق و حقوقی داشته باشه، بتونه رو مغز بچه های کشور کار بکنه. این خیلی مهمه. البته قطعا در شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر چنین چیزی تصویب بشه، قیودی براش گذاشته میشه، مثل اینکه هر کسی تایید نشه یا از هر کشوری نباشه. اینا چیزایی که به خودشون مربوطه. ببینین دقیقاً تو آمریکا وقتی شما میخواین بین شهروند اونجا بشین، یه چیزی هست به نام الیجنس، یعنی وفاداریتون رو به کشور آمریکا باید قسم بخورین. یعنی حتی اگر شما رو بفرستن جنگ علیه ایران باید برین. خب در هر صورت این یکی از اون دلایل مهمی است که نه من نه همسرم ما شهروند آمریکا نیستیم، ما گرین کاردی هستیم. و میخوام بگم که استاد دانشگاه و نمیدونم هیئت علمی، اینا پستای مهمه، اینا میان میشینن اینجا جوانای ما رو شستشوی مغزی میدن. حالا گرچه میخوام بگم اگر که کسی تابعیت کشور دیگه ای رو داشت، معنیش این نیستش که این مثلا میخواد خلاف منافع ملی عمل کنه، ولی در هر صورت اینا پستای حساسن و به باور من نباید کسانی که تابعیت آمریکا رو، شیطان بزرگ دشمن در واقع وجودی ایران هست، به ویژه کشور آمریکا رو، نباید توی چنین پستایی باشن. گوش میکنیم. بحثه و من میدونم که مخالفین خیلی جدی موضوع داره. نکته دوم اینه که گنجوندن عبارات
و مقامات دولتی در کنار اعضای هیئت علمی، این در حیطه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، این در حیطه اختیارات مجلسه و نمیتونه اساساً برای مقامات دولتی شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین تصمیم بگیره که اگه اونو تابعیت داشته باشن پس دیگه مقام دولتی هم باشن اشکال نداره. این حتما با واکنش منفی مجلس مواجه میشه و من میدونم که شورا هم به همچین چیزی تن نخواهد داد. نکته سوم اینه که حتی اگر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم از این موضوع استثناء بشن که اگه کسی تابعیت داشت عضو هیئت علمی هم بشه، به هیچ وجه نمیتونه جزء مقامات با پست حساس باشه. دقیقاً. یعنی مجوزی برای اینکه طرف پست حساس بگیره نمیشه. به دلیل اینکه اون قانون مشخص خودشو داره. این قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس هم در مجلس 11 هم تصویب شده، این سال 1401 تصویب شده، به امضای جناب آقای قالیباف رسیده و بسیاری از این حرفایی که داره زده میشه در همون مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و علارغم همه اونها نمایندگان اونو تصویب کردن. نمیشه بعضی از آقایون، من دیدم امروز تو فضای مجازی درباره این قانون اصطلاحات خیلی بدی رو به کار بردن که این قانون احمقانه ایه. نمیشه که شما سال 401 این قانون رو تصویب بکنی بره بگی تکفیر مجلس انقلابی، کار انقلابی، باش عکس یادگاری بگیری، بعد حالا که به خاطر یه نفر این مشکل ایجاد کرده بیا بگی این قانون احمقانه است. اصلا درست نیست. مسیر قانونی خودشو داره، همونطور که آقای قالیباف گفتن تو کمیسیون اجتماعی بحث میشه. طبیعتاً وقتی بحث درباره این قانون شروع بشه پیشنهاد اصلاحی خیلی مهمی ما هم داریم که اونا رو ارائه میدیم و سعی میکنیم این قانون رو محکمتر بکنیم. آفرین. برای اینکه حق و حقوق ملت ایران در حقیقت به دست کسانی که نسبت به کشورشون اینقدر تعهد رو نداشتن، اینو نباید تو جایگاه حساس باشن. ما شخصیت های بسیار توانمندی داریم، بچه نازی آبادن، بچه شوشن، بچه بندرعباسن، بچه تبریزن، بچه مشهدن، بچه سیستان بلوچستانن، تابعیت هیچ کشوری هم ندارن و بسیار توانمندتر از کسانی هستن که با ادعا یا خودشون یا بچه هاشون یا همسرانشون اینا در کشورهای خارجی تابعیت گرفتن، تعهد دادن به کشورهای خارجی. به هیچ وجه من الوجوب اینا نباید دستشون و چشمشون و پاشون به جایگاه های حساس برسه که در بزنگاه ها ملت رو قال بذارن و برخلاف منافع ملی گاهی باید مشورت بدن، گاهی باید تصمیم بگیرن. مسئله بسیار مهمیه و به خاطر همین هم هست که مجلس روی این موضوع داره حساسیت بالایی نشون میده. خب درستاد میخوام بگم با تشکر از آقای حمید رسایی، ببینین ظریف گندی که ظریف و دارودسته ظریف و روحانی زدن، ما داریم تبعاتش رو میبینیم. الان شورای عالی حکام داره قطعنامه صادر میکنه علیه ایران، تمامش زیر سر این گروه دسته است. حالا ظریف چی کار میکنه تو این دولت؟ باید خودش استعفا میداد میرفت، اصلا قرار نیستش که اونجا بمونه. خب میگم آقای قالیباف بعدش نمیاد که چنین قانونی بیاد، آقای قالیباف خودش بعدش نمیادش که یه چنین اتفاقی بیفته و برای همینه که جلوی اصلا ورود چنین فوریتی رو به مجلس نگرفت. در هر صورت این انشالله که رد بشه و آقای پزشکیان باید در مجلس مورد بازخواست قرار بگیره. آقای پزشکیان تخلف قانونی کرده، بازخواست که من چه عرض کنم، دستگاه قضا باید آقای پزشکیان همینطوری رهاش نکنه. ایشون با علم به این که ظریف بچه هاش در آمریکا هستن اومده اینو کرده همه کارش و اینم شده به اصطلاح سخنگوش و شده معاون اولش که رفته اونجا در آمریکا با تمام شبکه ها به عنوان مشاور و معاون اولش رفته در واقع گفتگو کرده، مصاحبه کرده. این چه جریانیه؟ واقعا این چه داستانیه؟ وقتی که آدم مشاورش میشه آقای ظریف، بعد میره تو نیویورک میگه که اگه شما ما رو آدم حساب بکنین، بعد ما میایم با برجام ادامه میدیم و میخوایم برجامو در واقع بریم دنبالشو به جایی برسونیم که آمریکایی‌ها محل سگم به اینا نذاشتن، که باعث خفت و خاریه. میخوام بگم باعث خفت و خاری و لطمه به عزتمندی ملت ایرانه. یه نکته رو میخواستم بگم، آیا مجلس نمیبایست میرفت دنبال این که این قطعی برق جریانش چیه؟ چرا قطعی برق اومده؟ چرا
ما تا همین پارسال پیرارسال مصرف برقمون، برق سالانمون 65 هزار مگاوات بوده. چطور شده که یه دفعه رسیده به 77 هزار مگاوات؟ یعنی ما افزایش جمعیت داشتیم، افزایش ساختمون بوده، افزایش تولیدات بوده، صنعت رو که زدن تو سرش، هر کاری که تونستن میکنن که در واقع تولیدات رو متوقف بکنن اینا. خب در صورت آیا افزایشی داشتیم؟ چیه جریانش؟ خب من میخوام بگم که دزدی برقه برای ماینینگ، برای تولید بیت کوین. به میزانی که بیت کوین داره قیمتش میره بالا، یه ارزهای دیجیتال الان شده 97 هزار دلار، درست؟ اینا میان برق میدزدن، برق هم که مجانیه دیگه، تقریبا رایگانه. برق دزدی میکنن، دزدا دارن برق دزدی میکنن برای بیت کوین. حالا باید برن دنبالشون ببینن اینا کی هستن. من نمیتونم بگم که اینا کیا هستن، ولی حدس میزنم چه کسانی هستن. ولی در هر صورت چرا مجلس نمیره دنبال این که مشکلات مردم رو حل کنه، مشکلات قطعی برقشون رو حل کنه، میره یه چنین لایحه پشمکی کاملا مردود رو میاره تو مجلس. خب اینا پرسش هایی هست که ما داریم دیگه از این مجلس. حالا خوشبختانه یه تعدادی از نمایندگان مجلس نمایندگان با وجدان هستن که رفتن اون تو. خب من امیدوارم که این دار و دسته قالیباف به خودشون بیان و برن دنبال طرح لایحه هایی که برای معیشت مردم، برای مبارزه با فساد، برای در واقع لوایحی که به نفع منافع ملی هست، به نفع ملت ستم دیده ایران هست. نمیگم همه، ولی بخش مهمی از مردم ایران واقعا در تنگنا هستن. من دارم اینجا میبینم، خودم دارم میبینم، قیمت ها رو میبینم. میخوام بگم که خیلی از ایرانی ها دیگه اصلا سال هاست که پسته نخوردن. اینو من یه خواهم میگم شاخص کردم. پسته کیلویی 1 میلیون تومان کی میتونه بخوره؟ اون کارگری که 12 میلیون تومان حقوق داره، 10-15 میلیون تومان حقوق داره، بره یه کیلو پسته بخره؟ خب چرا تمام اینا رو صادر میکنن؟ برای اینکه هیچ قانونی نیستش که جلوی در واقع انحصار و صادرات رو به این صورت بگیره، یعنی قانونی که حفاظت بکنه از مردم، از ملت، از مصرف کننده. خب به جایی که مجلس بره دنبال یه چنین چیزایی، اومده چسبیده به اینکه این ظریف خائن رو نگهش دارن به هر قیمتی که شده. ظریف خیانت کرده به منافع ملی. اون معاهده ترکمنچای رو رفت امضا کرد، مردک تعلیق رو نمیدونست، ساسپنشن رو نمیدونست، ساسپند رو نمیدونست، این چیزا رو نمیدونست، اصلا نخونده برجام رو، رفتن امضا کردن. و هر چی که ما الان داریم میکشیم و از خیانتی است که اینا به منافع ملی ما کردن. خب عزیزان من، مشقتون رو بنویسین. با عشق برای عاشقان ایران، همگی در پناه حق باشین.